برنامه سازان، میهمانان و کلیه شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند. من دکتر جواد نفیسی هستم و بنا به دعوت تلویزیون تایم تیوی هر هفته در خدمت شما بینندگان عزیز در مورد درد دل روان صحبت میکنم. شب شما خوش. من دکتر جواد نفیسی هستم و خدمت بینندگان عزیز سلام عرض میکنم و به دنبال برنامه های هفتگی روزهای دوشنبه در مورد آنچه سبب گرفتاری ها و ناراحتی های عاطفی و روانی میشه خدمت بینندگان گرامی صحبت میکنم. اگر از جلسات پیش خاطر بینندگان گرامی باشه، من عرض کردم که در درون و مرکز روان در همه بیماری های نوراتیک و همچنین در اشکالات شخصیتی و همچنین در اغلب افسردگی ها و حملات حراسی، پانیک اتک و انزایتی اتک، حملات استرابی و بیماری های سایکونوراتیک و بیماری های روانتنی، سایکوسوماتیک، ما یک درد خیلی خیلی شدیدی در مرکز روان داریم که این به علت قطع رابطه عاطفی خیلی زود در زندگی ایجاد میشه و اون سبب میشه که یه خشم شدیدی ایجاد بشه. در برنامه هفته پیش در مورد این خشم صحبت کردیم و بعد یه احساس گناهی روی اون به وجود میاد و یه احساس افسوس و ندامت که اینها رو ما باید به سطح بیاریم و با اونها در تماس باشیم و از اونها آگاه باشیم که اضطراب و افسردگی و بقیه علائم بیماری های روانی و عاطفی از بین برن و این هدف درمان در روانکاوی کوتاه مدت. اما حالا میخوایم امروز ببینیم اگر این احساسات همه اونجا مدفون بمونه و به سطح نیاد اون موقع چی میشه؟ ببینید، در تمام افرادی که اینها رابطه عاطفی خیلی زود به طور نارس، خصوصا قبل از 4 سالگی رابطه عاطفی پاره شد، disruption of affectionate binding، یعنی رابطه قطع شد، این خشم شدید به وجود میاد و بعد این خشم شدید به علت اون دردیه که ایجاد شده و بعد یه احساس گناه خیلی شدیدی میاد و بقیه احساساتی که به اون مربوطه. ولی اینا انقدر غیر قابل تحمله برای ما، خصوصا در اون سن، که ما همه رو مدفون میکنیم و یه دیوار روش میذاریم و به عبارت دیگه هر بشری خیلی زود تو زندگیش وقتی این درد رو به این شدت کشید و اون احساسات به وجود اومد، با خودش یه قرارداد و یه کنتراتی میبنده که من هیچ موقع اجازه نمیدم اینا حس بشه، لمس بشه، چون خیلی دردناکه. انگار این که ما باید دستمون رو بیا چیز سوزانی نزدیک بکنیم و میخوایم بکشیم عقب برای اینکه میسوزه دستمون. در نتیجه دوری میکنیم و اونو مدفون میکنیم در قسمت ناآگاه و در ضمن یه قرارداد دیگه هم میبندیم که ما اجازه نمیدیم هیچ کس دیگه ای توی زندگیمون به ما انقدر بتونه نزدیک بشه از نظر عاطفی که بتونه این درد رو بعداً با قطع کردنش در ما ایجاد بکنه. پس نتیجه که میگیریم اینه که خیلی زود در زندگی یک دیواره خیلی قوی بتون آرمه توی روان بین شخص و بقیه افراد ایجاد میشه و یک علامت بزرگ ورود ممنوع
اونجا گذاشته میشه که هیچ کسی نتونه از نظر عاطفی به ما نزدیک بشه. در ضمن یه دیوار قوی دیگه ای هم بین قسمت خودآگاه، اون قسمتی که ما آگاهیم ازش، و قسمت ناآگاه unconscious ایجاد میشه که اون دیوارم اجازه نمیده این احساسات به قسمت آگاه بیاد. یه علامت ورود ممنوع هم اونجا گذاشته شده. این افراد توی زندگیشون زندگی رو ادامه میدن، به صورت عقلانی پیش میرن، جسمشون رشد میکنه، ولی از نظر عاطفی اینا مرده هستن، احساسی وجود نداره. و میتونن خیلی خوبم از نظر عقلانی اندیشه‌ای پیش برن، ممکنه که خیلی توی کارهای موفق بشن، ولی حقیقت امر اینه که اینا از نظر عاطفی مردن. به عبارت دیگه در این زندگی ماشینی که ما الان داریم، اونا میشن یک قسمتی از این سیستم ماشینالات، اکستنشن، دنباله این ماشینالاتی هن که تونستن اختراع بکنه. و من در اینجا میخوام یک عکسی، یک پیکچری نشون بدم که یک نقاشی اینو ترسیم کردن که خیلی خوب این افراد بی عاطفه رو برای ما پورتری کردن اینجا. و اگر به این پورتری، این تصویر نگاه کنید، میبینید که یک مردم این رو کشید که به صورت اسکلت پشت ماشین هایی دارن دور خودشون میگردن. و این خیلی مهمه که این افرادی که از نظر عاطفی مردن درست به مانند یه اسکلتی هستن که پشت ماشینایی که در کارخانه های مختلف ساخته شده و در شاهراهای زندگیشون از خونه میرن به محل کار و از کار میرن به خونه و در این چرخ فلک زندگی ماشینی دور خودشون میگردن و هر روز صبح که از خواب پا میشن دوباره همون جایی هستن که شب بودن. و به این علت در این تصویر خیلی خوب پورتری شده که ما چجوری میشیم مثل یه اسکلت، مثل یه قسمت ماشینی بدون عاطفه، و هر کسی از صبح پا میشه یه کاری رو خیلی اتوماتیک میکنه، بعد مثل یه کامپیوتر یه عکس العمل ها و یک واکنش های نشون میده. مثلا یکی میره کارمند اداره است، میره اداره، یکی میره مغازه رو باز میکنه و خرید و فروشش رو میکنه، یکی توی خونه داره ظرفا رو میشوره و کارهای خونه رو انجام میده. همه این کارها مرتب و منظم پیش میره، ولی یه حالت ماشینی داره و یه حالت مکانیکی داره. مگر اینکه ما بتونیم از نظر عاطفی مثل یه بشری که دسترسی داره به این احساسات و عواطف زندگی بکنیم، در اون صورت از این حالت مکانیکال و ماشینی خارج میشیم. وگرنه ما میشیم یه عروسک خیمه شب بازی که از صبح تا شب حرکاتی رو انجام میدیم که با کشیدن نخهای اون مسئولیت هایی که به ما داده شده از نظر اجتماعی و خانوادگی و شخصی و مادی و غیره، همینجوری دور خودمون میگردیم، همینجور که در این تصویر دیده میشه. و این خیلی مهمه از نظر اجتماعی ما به این تصویر دقت کنیم، چون یه حجم عمده ای از وقت ما در رابطه با دیگران صرف میشه و کیفیت این روابط ماهیتش ممکنه خیلی مخرب بشه یا سازنده. اگر فقط ما به صورت مکانیکال باشیم، کیفیت اون کافی نیست و میتونه خیلی مخرب باشه، خصوصا اینکه
اگر اینکه اون احساس گناهی که اونجا ایجاد شده این به سطح نیاد و اون تو در قسمت ناآگاه و آنکانشس اونجا بمانه و اونجا میتونه شروع به خرابکاری کنه و میکنه اغلب موارد، فقط طول میکشه که تا چه زمانی میتونه روابطو بکشه و به اصطلاح بافت اجتماعی زندگی ما را چه حالا آگاه باشیم و چه ناآگاه نابود بکنه. و این امر ما در ابعاد روابط شخصیمون، خانوادگیمون و حتی شغلیمون هم میتونیم ببینیم، این کارشکنی رو، کار خرابکاری که بدون اینکه ما خودمون آگاه باشیم انجام میدیم. و تنها فقط با آگاهی از این احساس گناه و خشم و دردی که در درون ما مدفون شده و بقیه احساساتی که باش مخلوطه، مثل فرض کنید احساس غم و احساس ندامت و افسوس، همه اینها رو اگر ما حس بکنیم و بیاریم به سطح، اون تنها راهیه که بدن احساس گناه هم حس میشه و اینا رو در اونجایی که باید باشه با یه دید حقیقت بینانه میشه گذاشت. و به عبارت دیگه ما میتونیم تار و پود روان رو جدا کنیم و روان رو که آلوده شده به این مکانیسم‌های خرابکارانه تمیز بکنیم. چون این نیروهای مخربی که من دارم صحبتش رو میکنم خیلی نهادینه شده در درون روان و ما باید اونها رو کنار بزنیم تا بتونیم اول لمس کنیم، حس کنیم و بعد کنار بزنیم که بعداً بتونیم خودمون از چنگال افسردگی و استراب و از این اسارتی که ما داریم به علت این نیروها و احساساتی که همه مدفون شده آزاد بشیم و رها بشیم. حالا خدمت بینندگان گرامی، من میخوام این توضیح هم بدم که اگر این احساسات در درون ما مدفون بمونه و ما به اونها دسترسی پیدا نکنیم و اونها رو حس نکنیم، اینا مثل یه آبسههای چرکیه که در مرکز روان نهادینه شدن و شروع میکنن فسر کردن و بزرگ شدن. و تنها راهی که ما میتونیم این آبسه‌ها رو درین بکنیم، خالی بکنیم، اینی که اون احساساتی که توی این آبسه‌ها هستن اینها رو حسش بکنیم، لمسش بکنیم و بعداً با یه دید حقیقت بینانه‌ای بذاریم سر جاشون. در اون صورت استراب از بین میره، افسردگی هم از بین میره. در این درمانجویی که من مکرر به ایشون مراجعه کردم برای روشن کردن بعضی از این موضوعهایی که خدمت شما صحبت میکنم، دیدید که موقعی که شروع کرد هیچ آگاهی از این احساسات درونی خودش نداشت و یه مقدار صحبتایی که میکرد صحبتاش فقط جمله بود، یه مقدار کلماتی رو میگفتن و یه شعارهایی رو میدادن، من عصبانیم، من خشم دارم، ولی هیچ آگاهی نداشتن برای اینکه ارتباط بین ایشون و اون احساسات به کلی قطع شده بود و راهش مسدود شده بود و یه سری مکانیسم‌های دفاعی رو به کار می‌بردن که اونا رو یکی پس از دیگری ما به توجه ایشون آوردیم. اول اینکه من وقتی از ایشون پرسیدم گفتم که شما میگین از دست مادرتون خیلی عصبانی هستید، این عصبانیت رو چی حس میکنید؟ ایشون همینجور از این شاخه به اون شاخه میزدن، میگفتن به طور طبیعی حس میکنم، که اصلا جوابی نشد. بعد دیدیم که شروع کردن یه حالت از زیر جواب در رفتن پیدا کردن که اونم من مکرر به توجهشون آوردم که شما جواب سوالات منو نمیدید و دارید میگید که مثلا مادرتون چقدر بده، مادرتون چی کار داره میکنه، مادرتون این کاری کرده، اون کاری کرده. این که به ما نمیگه که این احساس شما نسبت به مادرتون که شما میگین عصبانیت چجوری حس میکنید. بعدا متوجه شدید که
توی جلسه اولین جلسه که من ایشونو میدیدم ایشون گفتن که چرا از من اینجوری سوال میکنید و اگر میخوای خشم منو ببینید من به شما میگم من نمیخوام شما این قسمت منو ببینید. من به توجهشون آوردم که اگر نمیخواید من این قسمت شما رو ببینم، یعنی یه دیواری گذاشته بین من و خودشون، در نتیجه من اینجا بی ثمر میشم براشون و من کاری از دستم بر نمیاد. ایشون گفتن نه، من فقط شما نمیخوام، شما تنها نیستید که نمیخوام درون منو ببینید، من هیچ کس رو نمیخوام درون منو ببینه. که به عبارت دیگه داشتن اینو به صورت عمومی میکردن، که اینم یه مکانیزم دفاعی دیگه‌ای بود که به کار می‌بردن. و من بهشون گفتم نه، تو این اتاق فقط من شما این، و اگر می‌خواید موفق بشیم و اگر می‌خواید از این بدبختی بیرون بیاید، بعد من باید ببینم اون تو چه خبره. بعدن ایشون خودشون گفتن که نه تنها من نمی‌خوام شما ببینین این قسمت منو ببینید که داره دیوار رو نشون میده، من خودم هم وحشت دارم از اینکه این قسمت خودم ببینم، این قسمت خشمگین خودم ببینم. که اونجا من بدن توجه رو بردم به اینکه شما از چی وحشت دارید، چه اتفاقی میفته که اگر اون قسمت رو ببینید. اونجا خیلی مهمه، چون این احساس احساس خیلی خیلی مرگباری بود و زجردهنده بود. ایشون اینو فراکنی میکردن و پروجکت میکردن و حس میکردن که اگر این قسمت رو یکی ببینه، اون شخص هم همین احساسات رو داره و ممکنه ایشون رو از بین ببره. ببینید این مکانیسم پروجکشن باعث میشه که این افراد وحشت دارن از کسانی که دورورشون هایی که از نظر عاطفی بهشون نزدیک بشن. میگن کافر همه کس را به کیش خیش پندارد. اینها به علت اینکه این خشم رزلانه مرگبار دارن، حس میکنن که اگر یکی به ایشون نزدیک بشه اونها هم همین احساس رو دارن، و بعدا اگه بفهمن ایشون نسبت به اونها این احساس خشمین داره، اونها هم این احساس رو دارن و در نتیجه وحشت دارن که این احساسات بیاد برو. و من این وحشت ایشون رو آوردم به سطح، بهش نگاه کردیم و ایشون بالاخره به یه مرحله رسیدن که گفتن که من هیچ موقع نمیخواستم مادرم رو به دست خودم بکشم، ولی این آرزو رو داشتم که مادر من بمیره. ببینید باز این شد یه مکانیزم دفاعی که به صورت آرزو میخوام بدن که دست خودشون آلوده نشه به خون مادر. اینا یکی یکی این مکانیزم های دفاعی رو که ما به توجهشون آوردیم، بالاخره به این مرحله رسید که ایشون گفتن که این خشم کشنده رو دارن، این خشم خفه کننده رو دارن. اینو حسش کردن، فقط موضوع صحبت نبود، برای اولین بار ایشون تو زندگیشون دسترسی پیدا کردن به یه احساسی در درونشون که اینجوری که خودشون نشون میدادن از ناحیه لگن شروع میشد، میومد بالا تو قفسه سینه‌شون، میرفت به طرف دوتای دستاشون، دوتا دستاشون میرفت دور گردن من، تو چشمهای من نگاه میکردن و وحشتی که تو چشمهای من میدیدن از ایشون، اون براشون خیلی لذت آور بود. و بعدن موقعی که این احساس قتل حس شد، لمس شد و منو از بین بردن، بعد دیدیم یه احساس آرامشی براشون پیدا شد، استراب و تنشن به کلی از بین رفت، ولی بعد یک احساس غم خیلی شدیدی اومد به سطح. اون احساس غم و احساس گناه به سطح اومد و بعدن ایشون فرمودن که من این احساس نسبت به هر کسی که سعی کرد به من از نظر عاطفی نزدیک بشه، من این احساس رو داشتم و از اون به بعد یک مقدار احساسات و افکاری که قبلا مدفون شده بود در قسمت ناآگاه unconscious و ایشون هیچ آگاهی ازش نداشتن، اومد به سطح و ایشون بعدن راجع به خاطرات بچگیشون و تمام ضرباتی که به ایشون افتاده بود صحبت کردن
و در ضمن راجع به این قطع رابطه عاطفی صحبت کردن که موقعی که نزدیک 2 سال لوینا داشتن مادر یه افسردگی خیلی شدیدی میگیره، اختلافات شدیدی داشت با شوهرش و دیگه از نظر عاطفی مادر از دست داد اون موقع و این رابطه عاطفی به کلی قطع شده بود و ایشون اونجا بود که خشم شدیدی ایجاد شده بود و از اون به بعد رابطه ایشون با مادر و پدر هر دو جنبه جنگ و ستیز داشت و هیچ موقع اون صلح و صفایی که بنا بود بین ایشون و والدینشون به وجود بیاد به وجود نیامده بود. ولی حالا در برنامه هفته دیگه من بینندگان گرامی رو میبرم به انتهای درمان ایشون. ایشون هفته یه دفعه دیده شده بودن برای مدت 60 دقیقه و 24 ساعت درمان ایشون طول کشید. هفته دیگه ما میریم و نتیجه درمانو از اول جلسه نگاه میکنیم و شما فرق ایشونو بعد از درمان و قبل از درمان میبینید. درست مثل اینکه یه قبل از عمل و بعد از عمل تصویر رو دارید، من جملات ایشونو که به زبان انگلیسیه من برای شما میخونم و بعد ترجمه میکنم و شما فرق این دوتا رو میبینید و میبینید چجوری این افراد تغییر پیدا میکنن، شخصیتشون تغییر پیدا میکنه، علائم از بین میره. و بعد همچنین من برای جنبه تحقیقات و ریسرچ 3-5 سال و اگه بتونم بعضی مواقع 10 سال بعد یک بار اینها رو میبینم که مطمئن بشم که این علائمی که ما درمان کردیم هیچ موقع بر نمیگرده. و خبر خوبی که هست اینه که وقتی درمان این درمانجوها تموم میشه علائم به هیچ عنوان دیگه بر نمیگرده و این هم فقط برای جنبه تحقیقات و ریسرچ پزشکی و علمیه که اینا رو بعضیاشون که شامل این درمانجویی که الان صحبتشو داریم میکنیم میشه، من 3 سال بعد و یا 5 سال بعد یا 10 سال بعد اگه شده دیدم. در اینجا من با بینندگان گرامی خداحافظی میکنم و میخوام به توجهتون بیارم که اگر بخواید برنامه های قبلی رو تماشا کنید میتونید برید یوتیوب و دکتر نفیسی رو بزنید و تمام برنامه های قبلی رو میتونید دوباره تماشا کنید. روز و شب شما بخیر. من دکتر جواد نفیسی هستم و بنا به دعوت تلویزیون تایم تی وی هر هفته در خدمت شما بینندگان عزیز در مورد درد دل روان صحبت میکنم. شب شما خوش. برنامه سازان، میهمانان و کلیه شرکت کنندگان در برنامه های تایم تی وی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند.